انتقاد مردم افغانستان از ابتذال در تلویزیون، گسترش شبکه‌های خصوصی و غربگرا در افغانستان باعث شده تا بدون توجه به فرهنگ اسلامی مردم این کشور تصاویر و برنامه‌های زننده‌ای به روی آنتن برود که موجب ناراحتی مردم و علمای افغانستان شده است. آزادی بیان امری که به اسم آن هر چیزی از رسانه‌ها پخش می‌شود، از موسیقی‌های بی‌هویت خارجی تا اهانت یا تهمت به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی و یا دولت‌های دیگر. شرایط فعلی که آزادی بیان در جامعه ما وجود داره بهتر به درد به اصطلاح فعالیت‌ها و برنامه‌های غربی می‌خوره. بنابراین شما تلویزیون‌های افغانستان رو می‌بینین که هیچ حد و مرزی را رعایت نمیکنن، در حالی که جامعه افغانستان 99% مسلمانن. اما آنچه مهمتر از همه است تغییر فرهنگی در جامعه است. بیشتر رادیو و تلویزیون های داخل افغانستان خصوصی هستند و همین امر باعث شده تا برای پر کردن برنامه ها و جذب مخاطب بیشتر به سمت برنامه های مبتذل یا بی هویت خارجی بروند. هدف اصلیشون دور کردن جوان ها و این ملت مسلمان افغانستان هست از اون هویت دینی و اسلامی خودشان. بسیاری از این تلویزیون ها مصارف را که میگیره از خارجی ها میگیره و بسیار اینها علیه ارزش های دینی ما برنامه پخش میکنه. تا جایی که جامعه شورای علما شورای علمای افغانستان نسبت به این حرکت خزنده رسانه‌ای در افغانستان هشدار داد و رئیس جمهور افغانستان هم وزارت اطلاعات و فرهنگ این کشور را مأمور برخورد با این پدیده کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ باید جلو چنین رسانه‌هایی را بگیرند که خلاف ارزش‌های اسلامی و خلاف اعتقادات مردم مسلمان افغانستان برنامه و برنامه‌های مبتذل و خرافات را پخش و منتشر میکنن. سریال های مبتذل اخلاقی رو پخش میکنن، تاثیر منفی دارن در اکثر جای ها. مثلا سریال های هندی و سریال های ترکی و همچنین سایر سریال های دیگه، اینا بدآموزی های بسیار زیادی داره. حالا اگر نمیتوانند برنامه هم خودشون تولید کنن، لااقل اگر از برنامه های دیگران استفاده میکنن، از برنامه های استفاده کنه که مخالف فرهنگ دینی و ملی ما نباشه. خیر ببینی لالا جان، بالاشو که وقت رفتن است. البته هستن در این میان رسانه هایی که با استفاده از برنامه های سایر کشورها، از جمله همین سیاساکتی خودمون و دوبله اون به لهجه های محلی تلاش میکنن تا مخاطبان واقعی رو پای تلویزیون هاشون بنشونن. حمید حاجی نژاد، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل.